با سلام و درود به بینندگان خوب تلویزیون کانال یک، عسل پهلوان هستم و دقایقی رو با شما بینندگان خوب تلویزیون کانال یک خواهم بود. با سپاس و تشکر مثل همیشه از شما بینندگان خوب که ما رو حمایت کردید و حمایت میکنید. امروز برنامه ما به صورت دیگری خواهد بود. برنامه نسل من امروز با اجازه همه شما فقط در مورد هفته نامه فردوسی امروز صحبت میکنیم. هفته نامه که یک ساله شد، هفته نامه که 12 ماه رو ما پشت سر گذاشتیم و با خوبی ها و بدی ها، سختی ها و خوبی هاش که بیشتر خوبی ها هست گذروندیم. این هفته از همه عزیزانی که در کنار ما بودن، از رو جلد مجله این هفته آقای عباس پهلوان تخصصشون دادن به این که همه افرادی که مطلب نوشتند کمک کردند به ما در بودن فردوسی امروز با تیتر همه با هم توانستیم، رو جلد مجله این هفته فردوسی امروزه. بریم نگاهی بکنیم و در کنار آقای عباس پهلوان و دیگر عزیزان خواهیم بود. با درود به آقای پهلوان عزیز، خسته نباشین. بله، این دفعه اولیست که بعد از مدت ها در کنار پدر عزیزم آقای عباس پهلوان هستیم. ازشون دعوت کردم و خواستم که با ما و در کنار ما باشند و همون چیزی که شما بینندگان عزیز مشاهده کردید، یک سال بود که رو جلد های فردوسی امروز با سوژه های متفاوت، با سوژه های روز و اتفاقاتی که در روز، در هفته، اون هفته اتفاق افتاده بود. آقای پهلوان مرسی، خسته نباشید. نه خسته که نیستم، کاری که مورد علاقه مونه و خدمت به کشورمونه و هموطنانمونه در راه آزادی ایرانه و استقلال ایرانه و رهایی مردم ایرانه و استقرار مردم سالاری در ایرانه. هیچ وقت خسته نمیشیم، انشالله که خدا قوت رو میده. بله آقای پهلوان، در تیتری که انتخاب کردین در این هفته نوشتید که همه با هم توانستیم. بله، در حال عکس تمام نویسندگان ما در واقع هست که تو دوستان و نویسندگانی هست که در این 12 ماه هر ماه 4 شماره مقاله نوشتن، یا از مقالاتشون استفاده کردیم، یا مثل یک مورد خیلی چی خاص مثل آقای خزرایی اون پایین چندین رو جلد ما رو تهیه کردن. در هر حال از همه اونا ممنونیم و خوب از شما که مدیر هستید و همسرتون هم که خوب کمک کردن که این مجله را بیفته. آقای پهلوان، در این دوره جدید فردوسی امروز که شروع شده،
آیا سعی من البته خود این جواب رو خودم چون میدونم، سعی کردید که همون آرمان هایی که از قبل داشتین و بهش اعتقاد داشتین که آزادی بیانه یا هر کسی با هر قلمی میتونه توش بنویسه رو در اینجا اجرا کردید؟ بله خب این به اضافه این که این نویسندگان ما در هر مورد میتونن بنویسن و عقایدشون رو بگن، ما یه دو صفحه هم انتخاب کردیم برای اینکه از نظریاتی که این بر اون بر هست، چه جناهای چپ چه جناهای دیگه، آدمای مستقل، از نظر اونا استفاده کنیم و در دو صفحه خلاصه اونا رو میذاریم که همه در واقع شریک باشن. آقای پهلوان، درودی دارم به آقای دکتر صدرالدین الهی. بله بله همینطور. و معلم خوب ما در کار مطبوعات. آقای دکتر سلام عرض کردم خدمتتون. سلام. آقای دکتر، من همیشه اراده دارم به ایشون و مطالب ایشون بسیار خوندنیه، مخصوصا الانم یک از کتاباش هم در مورد صادق هدایت و یک شفیق دیگری رو باز کردید. آقای پهلوان، بذارید قبل از که با آقای دکتر صدرالدین الهی صحبت بکنیم، آقای دکتر صدرالدین الهی رو چطور میبینید؟ آقای دکتر صدرالدین الهی رو من به عنوان بیش از دوست معلم خودم میدونم در همه زمینه‌ها. خجالت میدن بنده رو. بله. در تمام زمینه‌های هم از اخلاقی، هم از روزنامه‌نگاری و اینکه مدت هاست که من خواننده پاورقی هایشون بودم، بعد مطالب چونشون تخصصشون دکتراشون در ورزش و پایه‌گذاری کیان ورزشی، مطالب ورزشی رو میخوندم و خیلی همیشه راهنما و الگوی خوبی برای من بوده. آقای دکتر الهی درود بر شما. آقای دکتر، خب ما به یک سالگی رسیدیم، شما در این یک سال من نمیدونستم قرار بود این هفته براتون در کیهان لندن شمعم روشن کنم. قربان شما. آقای دکتر، فردوسی رو در فردوسی امروز رو چطور دیدید؟ والا تنها صدای معقولی که در این روزگار به گوش میرسه صدای این فردوسی امروز، اونم به همت عباس پهلوان که واقعا مستغنی از تعریفه. این که میگم صدای معقول، برای اینکه واقعا توی این مجله رو وقتی ورق میزنی، ایشون تمام تلاشش اینه که مجموعه ای از عقاید متفاوت رو در کنار هم قرار بده و قضاوت رو به دست مردم بسپره. این کار بزرگیه که روزنامه و مطبوعات و رادیو تلویزیون باید بکنن. یعنی نفینن بگن شما اینجوری فکر کنید، بگن آقا اینا هست شما چی فکر میکنید. این کار بنده و آقای پهلوان در طول 50 سال و بیشتر از 50 سال این بوده. و البته کار سختیه، بعد و بیراه هم شنیدیم و میشنویم، ولی به هر حال من تحسین میکنم عباس پهلوان رو به خاطر در پا بودنش و بی‌غرض بودنش در کاری که انجام میده. و واقعا هم شما آقای دکتر خب هر هفته با پدر صحبت میکنید و مشورت ها و گفته های شما رو همیشه در نظر داریم. لطف داریم. نه این واقعا ما تو هم فکر میکنم تعارف نکنیم بهتره. این حقیقت اینه که عباس پهلوان در تاریخ مطبوعات ایران به عنوان یه آدمی که دگراندیشی رو قبول داره معرفی شده. بله. و همین راه رو هم ادامه میده. وقتی مرلی مشروع داشته باشیم نستش بده که کارش رو ادامه بده. نه آقای دکتر، در حال خیلی من ممنونم از لطفی که به ما دارید و خب من همیشه از دوستی و محبت شما استفاده و حتی سوء استفاده کردم و در حال از این که نامش من زحمت میکشید دست شما درد نکنه و من همه به همه گفتم که این مجله در شرایطی منتشر میشه در کار خودش در این سالهای قربت ما بودید یک چیزی یگانه و نمونه است. خداوند شما رو توفیق بده و بیشتر و سالهای سال ما براتون شمع روشن کنیم. سالهای سال که نمیرسه آقای دکتر، انشالله دعا کنید که این ما بتونیم فردوسی ببریم در تهران و اینطور که میگن واقعا امسال یه تابستان داغی باشه که دنبال
داغش ما رو یه اجاقی هم دستم رو اجاقی در تهران بگیریم. انشالله این آرزوی همه ما. بله بازم آقای دکتر صدرالدین الهی عزیز از شما بسیار سپاسگزارم از همه لطف. اینه که گفتم تعارف نبوده چون دیدم چون همیشه جلو پدر بودیم و من میبینم که هر هفته شما باهاشون در ارتباط هستید و گفتگوی دارید و همیشه هستید در فردوسی بحب. امروز از راه دور شما رو میبوسم. خدمت شما هم که این کار رو همطور راه میندازی و میبری باید تشکر بکنی. قربونتون برم. مرسی. به امید دیدارتون آقای دکتر صدرالدین الهی در 14 آگست انشاءالله. مرسی. خداحافظ شما. بله بینندگان عزیز همونطور که شنیدید آقای دکتر صدرالدین الهی. آقای پهلوان چند ساله با آقای دکتر الهی آشنا هست؟ آقای دکتر الهی رو من اول با نوشته هاش آشنا شدم، یعنی جز آقای دکتر الهی کیهان ورزشی رو پایگذاری کردن. قبلا به اصطلاح رفته بودن فرانسه و اینو خونده بودن درس روزنامه‌نگاری، برای همین بود که کیهان ورزشی یک نشریه متفاوتی بود. بعدا آقای دکتر الهی در به اصطلاح مطبوعات دیگه، چون یکی از پاورقه نویسان مشهور مجلات آقای حسین قلی مستعان به نوعی با مجله تهران مصور که در اونجا پاورقی های خواندنی می نوشت، پاورقی عبارت از رمانی که هر هفته ادامه داره و بر حسب حوادثی که می گذره خواننده رو علاقمند بکنه که هر هفته این مطلب دنبال کنه. چون آقای حسین قلی مستعان قهر کرده بود از تهران مصور، آقای من نمیدونم از اون چی شد که آقای الهی قبلا شاعر بود، شعر میگفت، فعالیت مطبوعی داشت، ولی پوشیده بود که در این کار پاورقی نویسی واقعا چه استعداد غریبی داره و طوری شده بود که همه خواهان قلم او شده بودند و در یک آن در سه مجله او 3-4 تا پاورقی می نوشت و واقعا از حافظه عجیب او من حیرت می کردم که این چجور بر این کلمات مسلطه و اینطور صحنه ها رو ادامه می ده.